با سلام و وقت بخیر خدمت یکایک بینندگان عزیز، بینندگان برنامه بازسازی اندیشه، برنامه‌ای که به ایده صحیح در پرتو قرآن و سنت می‌پردازه، برنامه‌ای که غبارها و گردخاک‌هایی که بر ایده ها نشسته اونها را دور می‌کنه با قرآن و سنت. طبق روال گذشته و برنامه‌های گذشته در خدمت جناب استاد زانیار انصاریان هستیم با برنامه بازسازی اندیشه و با موضوع بحث توسل، بحثی که اکثر مبتدئین به اون میپردازن و از احادیث ضعیف یا موضوع یا قصه و داستانهای موضوعی به اونها متوسل میشن تا اینکه عقیده باطلی خود را ثابت کنن. خدمت جناب استاد زانیار انصاریان سلام و وقت بخیر دارم. بفرمایید جناب استاد با بینندگان سلام علیک داشته باشیم تا برنامه رو شروع کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحبه اجمعین. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند شبکه جهانی وصال حق، برنامه بازسازی اندیشه. امیدوارم در هر کجا هستید در زیر الطاف الهی باشید، در خدمت شما هستیم. یکی از بزرگترین تقرباتی که بندگان میتونن به اون متوسل شن و به خدایشون نزدیک شن دعاست. اگر ما کلمه دعا یا واژه دعا را در لابلای آیات قرآن و احادیث گوهربار پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم نگاهی بندازیم، خیلی زیاد از اون چیزی که شاید به ذهن ما خطور کنه این واژه در آیات و احادیث دیده میشه. در آیاتی زیادی مثل آیه 55 سوره اعراف که خداوند متعال میفرماید ادعوا ربکم تضرعا و خفیه، لفظ دعا اومده، واژه دعا اینجا ذکر شده که در حالت پنهانی و در حالت آشکار، در حالت خفیه و در حالت آشکار خداوند را بخوانید. و همچنین در سوره اعراف آیه 180 ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها، برای الله متعال اسمای نیکن، با اون اسما اللهتان را بخوانید. و همچنین در دعاهای انبیای گذشته هم این به چشم میخورد که فهبلی من لدن که ولی سیدنا زکریا علیه السلام در مورد فرزندشون که از خداوند متعال فرزند خواستن در سوره مریم آیه 6، و همچنین در سوره قصص دعای سیدنا موسی علیه السلام وقتی که از سرزمین مصر مهاجر شدن و به سرزمین مدین رسیدن فرمود رب اینی لما انزلت الی من خیر فقیر، بار الها هر آن چیزی که بر من نازل فرمودی بازم به درگاه تو فقیرم و نیازمندم. و اگر در احادیث هم نگاه کنیم بازم بیانگر اینه که خداوند و همچنین رسولش بندگان و امت خود را به این وامی دارد تا از الله متعال بخواهند، فقط از او بخواهند. الدعاء هو العباده، رواه ابو داود. این حدیثی بود که در ابو داود اومده و احادیث دیگری هم هست که همچنین یک حدیث طولانی هست که متفق علیه هست، صحیحین اینو نقل کردن که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمان گروهی از امت من در روز قیامت وارد بهشت میشن در حالی که چهره هایشان مانند نور ماه تابان است. سیدنا اوکاشه رضی الله عنه در اونجا فرمودن ادعو الله لی یا رسول الله، ای رسول خدا، ای پیامبر خدا، دعا کن که من جزء آنها باشم. پیامبر صلی الله علیه و سلم در ادامه حدیث فرمودن که اللهم اجعله منهم، ای بار اله اوکاشه را از اونها بگردان. با این مقدمه کوتاه و خلاصه ای از هفته گذشته، همونطور که همتون مستحضر هستید، بحث توسل بودی که از اون بحث هایی که هفته گذشته مطرح شد، توسل سیدنا آدم به سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم بود که یکی از احادیث ساختگی یا موضوعی که مبتدئین به اون متوسل میشن و میگن که وقتی که سیدنا آدم به گناه مرتکب شد یا مرتکب خطا شد، سرش رو بالا گرفت و گفت که اینی اتوسل و اینی اسألو که به حق محمد، یعنی بعد که خداوند متعال پرسید که محمد را از کجا میدونی، یعنی واسطه کرد محمد را که به واسطه محمد خداوند گناهان سیدنا آدم را ببخشد. و خداوند متعال سوال کرد که چجور و از کجا محمد را شناختی، گفت وقتی که من را خلق کردی بر قوام عرش مکتوب و نوشته بود که لا اله الا الله محمد رسول الله، از آنجا فهمیدم که
اسم هیچ کس را در کنار اسم خودت نمی آوری مگر اینکه آن شخص نزد تو محبوب باشد. و جناب استاد اشاره کردن در رابطه با سندش و همچنین متنش و کلا توضیح دادن که با آیات و احادیث صحیحه کاملا مخالفت در تعارض بود و همچنین در سند این حدیث شخصی بود به نام عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم. در تمام طرق ها که این حدیث روایت شده این شخص به نام عبدالرحمن ابن زید ابن اسلم جز روات این حدیث است که اکثر رجال حدیث این رو ضعیف دانستن. مثلا یحیی ابن معین کلا قبیله بنو زید ابن اسلم را ضعیف قرار داده، امام بخاری، نسائی و احمد همینها این شخص رو ضعیف قرار دادن. خلاصه ای از بحث هفته گذشته بود جناب استاد. و اما سوالی که الان مطرح میشه در رابطه با، البته این سوال دوست عزیزمون است که هفته گذشته تماس گرفتن، یکی از دوستا تماس گرفتن و گفتن که داستان ابو جعفر منصور و امام مالک در این رابطه داستانی هست و داستان رو و همچنین بقیه اینو به شما میسپارن که سوال همینی که این داستانی که دوست عزیز فرمودن که ابو جعفر و خلیفه دوم عباسی با امام مالک، اون داستانی که اتفاق افتاده حال در کتب ذکر شده، حالا ما کار نداریم که چقدر صحیح است و چقدر ضعیفه، اونو به شما میسپاریم. شما اولا این متن یا سند حدیث رو حتی که خودتون صلاح میدونید چی بررسی میکنید؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با توجه به این که مسئله که سوالی که دوست عزیزمون هفته قبل پرسیدن در رابطه با ابو جعفر منصور عباسی، خلیفه دوم عباسی و امام مالک اتفاق افتاده، یک داستان واقعی وجود داره در مورد این دو شخص. گفتن که این دو شخص، بین این دو شخص واقعی رخ داده، اتفاقی رخ داده و مسئله ای رو مطرح کردن و امام مالک جواب داده. خب این جواب شما برای این مسئله چگونه خواهد بود؟ ما به این داستان رو مورد بررسی قرار میدیم و هم سند و هم متن این داستان رو مورد بررسی قرار میدیم، ببینیم که تا چه اندازه این داستان اتفاق افتاده، یا یعنی اینکه بگیم این داستان خیالی، تا چه حد میتونیم به اون صحت و سخن داشته و چقدر میتونیم به اون اعتماد بکنیم. این داستان رو به امام مالک رحمت الله علیه نسبت میدن. امام مالک یکی از امامان چهارگان اهل سنت و امام دارالهجره یعنی مدینه هستش، نسبت میدن. این داستان به دروغ به ایشان نسبت داده شده. من در اول بگم که این داستان کاملا ساختگی هست و انشالله ساختگی بودن این داستان رو در خلال این برنامه از آن بیننده خواهند شنید و خواهند دید انشالله. داستان از این قراره، به این صورت هستش که ابو جعفر سوال میپرسه، سأل مالک فقال، از امام مالک سوال میپرسه، این چنین میگه، سوالش این چنین هستش، یا ابا عبدالله، پدر عبدالله، چون کنیه امام مالک ابو عبدالله بوده، استقبل القبلة و ادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه وسلم، آیا امام مالک، پدر عبدالله، در وقت دعا کردن من به پیامبر صلی الله علیه وسلم رو بکنم، دعا بکنم، یا اینکه به قبله رو بکنم و رو به قبله من دعا بکنم؟ نه، ابو جعفر از امام مالک این چنین سوالی پرسه که من رو روی قبر پیامبر صلی الله علیه وسلم دعا کنم یا رو به قبله؟ بله درست، دقیقاً درست. بله، فقال، امام مالک این چنین جواب میده، ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيلة ابيك ادم عليه السلام، چرا تو روی خودت رو برمیگردونی از پیامبر صلی الله علیه و آله، یعنی قبل پیامبر، چرا دعا نمیکنی در صورتی که پیامبر صلی الله علیه و آله وسیله برای نجات تو و وسیله نجات پدرت بوده در الی یوم القیامه، تا روز قیامت؟ بل استقبله واستشفع به، بلکه به اون روی قبر دعا بکن و از او طلب شفاعت بکن و از او درخواست شفاعت بکن. این داستانی هستش که بین امام مالک و ابو جعفر منصور عباسی، خلیفه دوم عباسی، رخ داده. در اینجا ما به بررسی متن این حدیث میپردازیم. قبل از که ببخشیم به بررسی متن میپردازیم، فکر کنم قسمتی گفت که این وسیله شده برای تو و برای پدر آدم، دقیقاً بله. اون حدیثی که هفته گذشته ما مطرح کردیم این همون حدیثه؟ بله دقیقاً، یعنی این داستان اتفاق هم دوستمون که ذکر کرد در ادامه داستان توسل آدم علیه السلام به پیامبر صلی الله علیه و آله بوده. درست. این در ادامه همین مبحث هستش. این الان شما ذکر کردین این فقط متن اون داستان جعلی بود که بله. در کتاب اومده، در کتب اومده. بله. و اما متن رو حالا بفرمایید. بله، طبق عادت همیشگیمون ما می‌خوایم که متن این حدیث رو و سند این حدیث رو مورد بررسی قرار بدیم که ببینیم این حدیث یا این داستان و این واقعه تا چه حد صحت و سقم داره، که اگه صحیحه به اون عمل بشه و اگر ضعیفه کنار گذاشته بشه و دیگه به اون عمل نشه.
اولا به بررسی متن این حدیث می‌پردازیم. هر کسی با تأمل و درایت و با به دور از تعصب نگاه بکنه، به این داستان نگاه بکنه، میدونه که این داستان ساختگی و جعلی هستش که به امام مالک نسبت داده شده و به ابو جعفر منصور عباسی نسبت داده شده. و برای این مسئله ما چند دلیل میاریم. قول ابو جعفر المنصور وقتی که میگه که یا ابا عبدالله استقبل قبل ادعو ام استقبل رسول الله صلی الله علیه و سلم، آیا ابو عبدالله من به قبر رو بکنم و دعا بکنم یعنی که رو به قبل من دعا بکنم؟ در اینجا سه سوال و یا اینکه سه احتمال وجود داره، اول اینکه یا اینکه ابو جعفر المنصور العباسی جاهل بوده، علم نداشته، عالم نبوده نسبت به این مسئله، این یکی. دو اینکه خواسته که عمق علم امام مالک رو بفهمه و از اون سوال پرسیده و خواسته که عمق علم امام مالک رو بفهمه، یا اینکه خودش عالم بوده و آگاه بوده و حاجتی به سوال کردن نیست. کسی که عالم باشه احتیاجی نیست که سوال بپرسه یا سوال بکنه در این در مورد مسائلی که در نزد علما و طلاب علم خیلی واضح و آشکار هستش. در اینجا ما بررسی این سه احتمال می‌پردازیم. درست که آیا خود ابو جعفر جاهل بوده یا عالم بوده، بله، یا اینکه می‌خواسته بدونه که امام مالک چقدر واقعا علمیت داره؟ بله دقیقاً به این صورته. احتمال اول اینکه ابو جعفر منصور علم نداشته و یا اینکه جاهل بوده مردود هستش، یعنی بسیار واضح و آشکار هست، یعنی این احتمال خیلی ضعیفه و این احتمال امکان نداره که باشه، چون ابو جعفر منصور یکی از علمای زمان خودش بوده. ابو جعفر منصور یکی از علمای زمان خودش بوده، علمای عصر خودشون بوده، و همانطور که امام ذهبی در کتابشون سیر علم نبلا ذکر میکنه، میگه زمانی که ابو جعفر منصور عباسی به حج رفته، به مکه مکرمه رفته و اونجا امام مالک رو دیده و امام مالک رو ملاقات کرده و به ایشان گفته که لعلی و ایاکم اعلم رجال العصر، به امام مالک فرموده، گفته که احتمال داره که من و شما از آگاه ترین و عالم ترین انسان های این عصر باشیم نسبت به علم دینی و علم شرعی. کتاب سیر علام نبلا این گونه آورده که بله قول ابو جعفر رو در اونجا ذکر کرده. درست که ابو جعفر اینچنین گفته که لعلی و ایاک اعلم رجال العصر، احتمال داره که من و شما از آگاه ترین و عالم ترین افراد این زمانه باشیم. و اینی قد شغلتنی سیاست الناس، اما من به خاطر اینکه مشغول سیاست هستم، مشغول حکومت هستم، من مشغول شدم به خاطر مسئله سیاست، اما به امام مالک سفارش کرده که برای مردم کتابی رو تألیف بکن، کتابی رو بذار، بله جمع آوری بکن که مردم از اون استفاده بکنن و گمراه نشن. به همین خاطر امام مالک بعد از تلاش بسیار زیادی به درخواست خلیفه دوم عباسی که همین ابو جعفر منصور هستش، کتاب موطا که قبل از اینکه صحیح بخاری یا صحیح مسلم تألیف بشه، امام شافعی در مورد این کتاب میفرماید که صحیح ترین کتاب بعد از کتاب الله کتاب موطا هست، چون تا اون زمان صحیح بخاری و صحیح مسلم نوشته نشده بوده. پس به درخواست ابو جعفر المنصور این کتاب موطا نوشته شد به توسط امام مالک و این رو به امام مالک سفارش کرده که تجنب فیه رخص ابن عباس، دور باش در هنگام تألیف این کتاب، در جمع آوری این کتابتون، که از رخصت هایی که ابن عباس یا اینکه آسانکاری های ابن عباس دوری بکن، و همچنین و تشدیدات ابن عمر، و همچنین از تشددات و سختی های ابن عمر هم دوری بکن، یعنی طوری باشه که حد وسط و حد تعادل رعایت بشه تا اینکه مردم نقول اکثر صحابه باشه. بله یعنی کل اکثر صحابه، بله دقیقاً به همین صورته. پس ابو جعفری که در این مرتبه علمی باشه، ابو جعفری که در این مرحله در این مرتبه علمی و سواد و آگاهی باشه، هیچگاه از امام مالک سوال رو نمیپرسه که خود او و خود امام مالک در این مسئله به یک اندازه هستن. درسته ما نمیگیم که ابو جعفر منصور عباسی از امام مالک از لحاظ علمی بالاتر بوده، ولی تا حدودی این مسائل رو میدونسته و عالم بوده و قبل از اینکه به خلافت برسه عالم دین بوده و مشغول به تعلیم و تدریس علم دین بوده. پس این اول گزینه اول یا نکته اول که اشاره کرده بودین جاهل، این کلا مردود میشه و هیچ وقت نمیتونه شخصی که خودش ادعا میکنه من و تو به امام مالک میگه که جزء عالم و آگاه ترین افراد این زمانه باشیم، نمیتونه جاهل باشه. بله نمیتونه جاهل باشه. بله. پس این احتمال مردود شد. احتمال دوم این که خواسته که عمق علم امام مالک رو بفهمه، بفهمه که امام مالک چقدر در از نظر علمی سواد و معلومات داره. این هم یعنی باید این هم مردود هستش، این قول مردودی هست، چون عمق امام مالک برای ابو جعفر منصور عباسی واضح بوده، میدونسته که امام مالک در چه حد و در چه سطح علمی هستش. به همین خاطر گفته که لعلی و ایا
وإياك من بله لعلني وإياك أعلم رجال العصر. به همین خاطر اینو گفته، یعنی میدونسته که امام مالک در چه حد علمی بوده، در چه حدی بوده که اینو نپرسه، که نخواسته باشه که میزان علم امام مالک رو بسنجه و بدونه که امام مالک در چه حد علمی قرار داره. پس چگونه مسئله رو از اون میپرسه، از امام مالک میپرسه که حتی طلبه های علم هم این رو میدونن که آیا رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دعا بکنه یا اینکه رو به قبله دعا بکنه. این مسئله بسیار واضح هست که برای هیچ کس جای سوالی باقی نمیگذاره. پس ابو جعفر منصور جاهل نبوده، انسان عالمی بوده و همچنین نخواسته که علم امام مالک رو بسنجه که ببینه علم امام مالک در چه حدی هستش. و همچنین کسی که عالم باشه خودش هیچگاه نمیاد سوال بیهوده‌ای بکنه، مادام اینکه خودش نسبت به این مسئله آگاهی داره نمیاد از کسی دیگری سوال بپرسه. پس این احتمالاتی که برای ابو جعفر منصور عباسی وجود داشته که احتمال بدیم که ایشون به این خاطر سوال پرسیده مردود هستش. گزینه آخر که عالم باشه و اینا خودش عالم بوده، ما اینکه خودش عالم باشه، عالم باشه نیازی نیست که بیار از عالم کس از شخص دیگه که عالم بپرسه. بله دقیقاً. پس در هر سه صورت این قسمت اول که رفتین از امام مالک پرسیده این کلا مردوده و رده. بله دقیقاً. نکته دومی که میتونیم اشاره بکنیم در رابطه با متن این حدیث یا متن حدیث که متن این داستان و قصه این هستش که همانطور که در کتب معتبر مذهب مالکی اومده، در تمام کتاب‌های مذهب مالکی، در کتاب‌های معتبری که به اون کتاب‌ها استناد میشه و مرجع علما و مردم هستش در مذهب مالکی، آمده که هیچ کس وقتی که رفت داخل مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و خواست دعا بکنه رو به روی قبر پیامبر صلی الله علیه و آله دعا نمی‌کنه، رو به قبله دعا می‌کنه. این در تمام کتاب‌های مذهب مالکی اومده و نه تنها در کتاب‌های مذهب مالکی، در تمام کتاب‌های اهل سنت به این چنین اومده. مثلا آداب زیارت مسجد رسول الله، یعنی که آداب سلام کردن به رسول خدا صلی الله علیه و آله، در اونجا آمده که فقط از برابر قبر پیامبر صلی الله علیه و آله عبور میکنه، سلام میکنه، به شیخین ابوبکر رضی الله تعالی عنه و عمر رضی الله تعالی عنه سلام میکنه و وقتی که اگه خواست برای خودش دعا بکنه یا خواست برای کسی دیگری دعا بکنه رو به قبله میکنه، روشو برمیگردونه، رو به قبله میکنه، پشت به قبر و دعا میکنه. به این صورت هست در تمام کتاب‌های معتبر اهل سنت به این چنین ذکر شده. درست. پس این داستان ساختگی هست و با مذهب امام مالک در تعارض هست. یعنی چطور امکان داره که امام مالکی که خودش مذهبشون این گونه هستش که کسی اگه خواست دعا بکنه در مسجد پیامبر صلی الله علیه و آله و کنار قبر پیامبر صلی الله علیه و آله رو به قبله باید بکنه، چطور امام مالک میاد برخلاف مذهب خودش فتوا میده، برخلاف مذهب خودش عمل میکنه، برخلاف مذهب خودشون این مسئله رو برای مردم توضیح میده؟ این همچین چیزی ممکن نیست. یا به تعبیر بهتر چه جور بر خلاف اصلا عقیده اهل سنت و جماعت که اون زمان کلا بحث تابعین و تابع تابعین بود و نزدیکترین کسان بودن که به دوران صحابه و پیامبر، چجور میتونن برخلاف عقیده اونها واقعا فتوا بدن؟ بله دقیقاً به این صورته. و همچنین قول امام مالک رحمت الله علیه که به دروغ به ایشون نسبت داده شده که میفرماید ولما تصرف وجهك عنه وهو وسيلتك ووسيله ابيك ادم عليه السلام الى الله يوم القيامه بل استقبله واستشفع به. این فرموده که به دروغ به امام مالک نسبت داده شده، این مسئله رو میرسونه که اما اینکه در مورد اینکه یعنی در روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله وسیله هستش برای شفاعت، هیچ شکی در این نیست. درست. یعنی همه ما میدونیم که در روز قیامت پیامبر صلی الله علیه و آله حق شفاعت دارن برای تمام مخلوقات، برای تمام انسان ها، نه تنها فقط برای امتیانشون، نه تنها برای اهل اسلام، بلکه برای تمام امتیان پیامبران دیگه شفاعت میکنن. شفاعت عام دارن و شفاعت خاص دارن. شفاعت عام برای کل مخلوقین و شفاعت خاص برای امتش صلی الله علیه و سلم. پس ایشان شفیع تمام خلائق هستند. اما محل اختلاف ما، اختلافی که ما با مبتدعین داریم، در مسئله شفاعت قرار دادن پیامبر صلی الله علیه و سلم نیست، در مسئله توسل جستن به پیامبر صلی الله علیه و سلم هستش که آیا جایز هست که ما به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اینکه به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل بجوییم. مسئله شفاعت نیست، چون مسئله شفاعت مسئله هستش که ایشان بعداً مطرح خواهیم کرد در برنامه‌های بعدی. اما مسئله ما و مشکل ما و اختلاف ما با اهل بدعت مسئله توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و سلم یا اینکه به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم هستش که محل اختلاف ما با این مبتدعین هستش. اونها میگن که بعض اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات کردن، از این دنیا رحلت کردن، به جاه پیامبر و به ذات پیامبر میشه توسل کرد و همونطور که مثل داستان های جلی ساختن. بله دقیقاً. پس این دو موضوع،
این دو موضوع شفاعت و توسل کاملا دو مسئله جداگانه از هم هستند و هیچ ارتباطی مسئله شفاعت در اینجا هیچ ارتباطی به موضوع برنامه ما نداره. و مسئله دیگری که اینجا باید بدونیم که شفاعت به شفاعت پیامبر صلی الله علیه و سلم بعد از وفاتشون هیچ گونه امکان پذیر نیست، یعنی بعد از اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات فرمودند، یعنی در سال 10 هجری، 11 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات، 11 هجری پیامبر صلی الله علیه و سلم وفات فرمودند، بعد از وفاتشون هیچ کس نمیتونه نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم بره و از پیامبر صلی الله علیه و سلم درخواست شفاعت بکنه و درخواست این بکنه که یا رسول الله برای من دعا بکن، یعنی که در نزد الله سبحانه و تعالی برای من شفیع قرار شفیع بشه که فلان مشکل من حل بشه، یا یعنی اینکه فلان مزارت از من دفع بشه. به چند علت، یک اینکه اولا پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم وفات فرمودند و وقتی که وفات فرمودند صدای ما رو نمیشنوند و وقتی که صدای ما رو نمیشنوند ما هر طلبی رو بکنیم همینطور بیهوده خواهد بود، چون صدای ما رو نمیشنوند، در عالم برزخ قرار دارند و شاید بعضیا بپرسن، این رو ما بارها گفتیم، درسته پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رفتند و ارتباطشون با دنیا قطع شده، اما خودشون حیاتی دارن، حیات برزخی و زنده هستن، زندگی زندگانی برزخی که کیفیت و چگونگی اون برای ما مجهول هستش و ما نمیدونیم کیفیتش چگونه هستش. و شاید بعضی از سوال پرسن بگن که چرا وقتی که مرده دفن میشه طبق احادیث صحیح که وجود داره صدای پای تشییع کنندگان رو میشنوه، یا اینکه همونطور که در احادیث صحیح اومده که وقتی، همچنین در آیات قرآن اومده، وقتی که کسانی کفار قریش در بدر کشته شدن پیامبر صلی الله علیه و سلم سر جنازه اونها حاضر شد، فرمودن که آیا همون چیزی که من به شما گفته بودم دیدید و با خودتون درک کردید این مسئله رو؟ شاید این سوال رو بپرسن. جواب ما برای این عزیزان این هستش که در شهر یک سری عمومات داریم، یک سری خصوصات داریم، بعضی از عمومات به وسیله یک سری احادیث، یک سری آیات تخصیص داده میشن. و این دو مسئله که من ذکر کردم، کشته شدگان جنگ بدر و همچنین صدا شنیدن صدای پای تشییع کنندگان از طرف مرده، این مسائل خاص هستش، یعنی فقط مربوط به این دو شخص هستش. اما همین شخصی که مرده و افراد اون رو دفن کردن، اگر دوباره این تشییع کنندگان برگردن سر قبر او، هرچند با او صحبت بکنن، هیچ صدایی از اون رو نخواهند شنید و این شخص از دنیا به طور کلی قطع رابطه کرده. طوری که شما جناب استاد اشاره میکنین، یعنی وقتی که تشییع کنندگان از سر قبر اون میت دور میشن، چون که حدیث در این مورد وارد شده، ما اینو میپذیریم که آره میشنوه، فقط همون لحظه ای که تا همون یا خاص میشه برای همون وقتی که تشییع کنندگان برمیگردن و به خونه هاشون به قول معروف میرن. بله. اگر دوباره بیان یا وقتی دیگه، باز همون میت نمیشنه. اینا دقیقا خاص شده بر همون وقت طبق حدیث. بله طبق حدیث. و همچنین چاه بدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم کشته شدگان قریش رو داخل چاه انداخت. بله. و به اونها اشاره کرد که آیا اون وعده پروردگارتان رو یافتید؟ بله. و همونطور که اشاره کردین، اینا اونها همون لحظه که یعنی این خاص به پیامبره. بله دقیقاً. پیامبر صلی الله علیه و سلم اشاره کرد، اینا شنیدن. بله. البته خاص به اینه. بله. پس ما نمیتونیم قیاس بگیریم، یعنی تمام مرده ها و تمام کسانی که وفات کردن، به این دو مسئله و یا به این دو واقعه ما قیاس بکنیم و بگیم که تمام مردگان میشنوند. خیر، مرده که از دنیا وفات کرد و از دنیا رفت، وارد عالم دیگر می شود. درست. و در اون دنیا عالم برزخ است و ما از کم و کیف آن و از چگونگی آن با خبر نیستیم. و همونطور که می دونیم که الله سبحانه تعالی فرموده که شهدا زنده هستند و در نزد الله متعال رزق و روزی دارند، همچنین پیامبران زنده هستند در نزد الله سبحانه تعالی رزق و روزی دارند، این خاص به این اشخاص هست و ما کمیت و کیفیت این عالم برزخ رو نمی دونیم که چگونه هستش. پس وقتی که بگیم به طور عموم هر کسی که از دنیا رحلت بکنه و وفات بکنه، به طور کلی صدای هیچ کس رو نخواهد شنید. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم هم جزو مردگان هستند، یعنی وفات کردن. پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا رحلت فرمودن و بله. دیگه آیات آیه سوره زمر فکر کنم باشه که انک میت و انهم میتون. بله. بین اشاره واضحه. تو از جزو مردگان هستی، یعنی هر کسی که هر انسانی و کل نفس ذائقه الموت، و هر نفسی طعم مرگ را خواهد چشید. درست. و نفس پیامبر صلی الله علیه و سلم داخل این عموم هست قرار داره. پس پیامبر صلی الله علیه و سلم از دنیا وفات کردن و وارد عالم برزخ شدن و صدای ما رو نمیشنوند و در و هر دعای و هر طلبی ما از پیامبر صلی الله علیه و سلم داشته باشیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نخواهند شنید. و بعضی شاید بگن که صلوات فرستادن در روزهای جمعه به پیامبر صلی الله علیه و سلم رسیده خواهد شد و خواهد شنید. در اونجا ما باید عرض بکنیم که حدیث که وجود داره که روح من
به جسمم باز میگرده و من صدای شما رو میشنم وقتی که درود و سلام میفرستید، این حدیث ضعیفه و به اون عمل نمیشه. اما در حدیث صحیح ما داریم که الله متعال ملائکه سیاحی داره، ملائکه هایی دارن در زمین که میگردن و سلام و درود پیامبر صلی الله علیه و سلم رو از طرف بندگانش، از طرف امتیانشون به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسانن. یعنی ملائکه مخصوص برای این عمل گزارده شده که صلوات و درود امتیان محمد صلی الله علیه و سلم رو به پیامبر صلی الله علیه و سلم میرسونن. خب این یک مسئله. اگر مسئله متن تموم شد و به بحث سند رسیدیم، بله، اگه اجازه بدیم چند نکته دیگه هم هست من اشاره بکنم در این رابطه، در رابطه با متن این حدیث. دوم اینکه اگر رسول الله صلی الله علیه و سلم صدای ما را هم بشنوند، بگیم بله صدای ما را میشنوند پیامبر صلی الله علیه و سلم، ولی نمیتونن الان شفاعت بکنن. هرچند که ما بگیم پیامبر صلی الله علیه و سلم میشنوند و درخواست شفاعت بکنیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم نمیتونن الان شفاعت بکنن، چون الله متعال میفرماید که در سوره بقره آیه 255 در آیه الکرسی که معروف و مشهور هستش، میفرماید که من ذا الذی یشفع عنده الا باذنه، کیست که در نزد الله متعال بدون اذن الله متعال شفاعت بکنه. یعنی اذن این که پیامبر صلی الله علیه و سلم اذن داده بشه و اجازه داده بشه که شفاعت بکنه در روز قیامت، مخصوص روز قیامت هستش. الان که هنوز قیامت فرا نرسیده، باید ما منتظر باشیم تا روز قیامت فرا برسه و الله متعال پیامبر صلی الله علیه و سلم اذن و اجازه شفاعت بده و برای پیامبر صلی الله علیه و سلم هم حد و محدودیتی رو الله سبحانه و تعالی قرار میده. یعنی میفرمایند که این اشخاص رو مورد شفاعت قرار بده و اشخاص دیگر رو مورد شفاعت قرار نده، هم طور که در حدیث شفاعت به اون اشاره شده. و ان شاء الله حدیث شفاعت و مسئله شفاعت رو در برنامه‌های بعدی مورد بررسی قرار میدیم. و همچنین همانطور که معروف هست و معروف و مشهور هست که ائمه اسلام، که امام مالک جزوی از این ائمه هستند، از ائمه اسلام به طور کلی، از صحابه و تابعین، تبع تابعین و ائمه اربعه و علمای اهل حدیث و سنت، تمام اینها بر این معتقدند کسی که خواست نزد پیامبر، نزد قبر پیامبر صلی الله علیه و آله بره و سلام عرض بکنه، فقط رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله میکنه و سلام میکنه و رد میشه، سلام به شیخین میکنه، و اگه خواست برای خودش برای کسی دعا بکنه رو به قبله میکنه و دعا میکنه. و حتی در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، من این رو میگم که کسانی که حنفی مذهب هستن این رو بدونن، که امام ابو حنیفه حتی میگه که برای سلام کردن هم حق نداری که رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و آله استاد، بلکه پشت به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم باید سلام کرد و رد شد حتی برای سلام کردن. یعنی اینقدر حساس هستن که جایز نمیدونن که رو به قبر پیامبر صلی الله علیه و سلم کرد. و این هم به خاطر این هستش که شدتی که وجود داره در مذهب امام حنیفه نسبت به اینکه موحد باشن، نسبت به این باشه که مسلمانان دور از هر گونه خرافات باشن، دور از هر گونه کوچکترین شبهه به وجود نیاد که این شخص داره از پیامبر صلی الله علیه و آله طلب میکنه، درخواست میکنه که منجر به شرک بشه. پس این از مذاهب اهل سنت و مذاهب علما. پس کسی که این تهمت رو به امام مالک نسبت داده، کسی هستش که امام مالک رو نمیشناسه. امام مالکی که خودشون میفرمایند در فرموده‌ای که میگن لا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، این امت اسلامی اصلاح نخواهد شد مگر با همان چیزی که در اول امر در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله توسط پیامبر صلی الله علیه و آله و اصحاب اصلاح شده. پس این امام مالکی که تمام زندگیشون رو برای دفاع از سنت، دفاع از دین پیامبر صلی الله علیه و آله گذاشتن و بدعت‌ها رو رد می‌کردن و بر علیه اهل بدعت سخن می‌گفتن و شبهات اونها رو پاسخ می‌دادن، همچین وصله‌ای و همچین داستان و قصه‌ای جایز نیست و درست نمی‌باشد. در خدمتتون هستم. با تشکر از جناب استاد زانیار انصاریان. با بینندگان عزیزی میان برنامه میبینیم و در ادامه این مبحث، بحث سند و همچنین اگر وقت شد و حدیث دیگر یا داستان دیگر در خدمت شما خواهیم بود. با سلام مجدد خدمت یکایک بینندگان عزیز، بینندگان برنامه باسازی اندیشه. در رابطه با متن حدیث جناب استاد صحبت شد، اما سند حدیث رو طبق روال گذشته اگر مورد بررسی قرار بدین که مشکلاتی که در سند این حدیث وجود داره یا این داستان جعلی و موضوع یا ساختگی وجود داره، چه اشکالاتی هست و چگونه اونها رو بررسی میکنید؟ بله، در سند این داستان خیالی یا وهمی یا جعلی یا هر اسم دیگه براش بگذاریم، شخصی به اسم محمد ابن حمید یا محمد ابن حمید وجود داره
و این شخص احادیث منکر زیادی رو روایت میکنه. احادیث منکر یعنی احادیثی که نکره هستن، احادیثی که هیچ گونه معلوم نیستن که از کی روایت شده، یا اینکه کی این رو حدیث رو روایت کرده، یا چه اشخاصی این حدیث رو میپذیرن. یعنی احادیث منکر زیاد رو روایت میکنه. این شخص امام مالک رو ندیده، یعنی امکان داره که این شخص امام مالک رو دیده باشه، چون این شخص در سال 248 هجری وفات کرده و امام مالک در سال 179 هجری وفات کرده، یعنی تقریبا نزدیک، یعنی خیلی زیاد خواهد بود، یعنی تقریبا نزدیک 70 سال 75 سالی خواهد شد، یعنی سال وفاتشون اینقدر با هم دیگه تفاوت داره. پس این شخص امام مالک رو به اتفاق اهل حدیث، این شخص امام مالک رو ندیده و به همین خاطر روایت این شخص از امام مالک منقطع هستش، چون از کجا این شخص امام مالک رو دیده که بتونه حدیثی رو از ایشون روایت بکنه؟ علاوه بر این که محمد ابن حمید یا محمد ابن حمید منکر هست و احادیث منکر زیادی رو روایت کرده، علاوه بر اون اصلا با مالک نملاقاتی داشته و نه مالک رو دیده. بله درسته. و اگر امام مالک رو ندیده باشه چطور از ایشون حدیث شنیده؟ و اگر شنیده چطور، یعنی باید حتما ملاقاتی باشه، ایشون رو دیده باشه تا اینکه بتونه حدیثی یا واقعی رو از امام مالک نقل بکنه و روایت بکنه. درست. علمای زیادی از اهل حدیث و منتقدان حدیث این شخص رو تضعیف کردن و بعضی ها حتی نسبت دروغگو بودن رو به این شخص زدن، یعنی بهش گفتن کذاب هستش این شخص. ببینیم نظر علمای اهل حدیث در مورد این شخص چی هست. امام بخاری در مورد این شخص فرموده که حدیثه فیه نظر. هرگاه امام بخاری در مورد این شخص فرمودن که حدیثه فیه نظر، یعنی حدیثه فیه نظر، حدیث این شخص یعنی محل نظر هست، محل این هست که باید بررسی بشه، یعنی که این حدیث نزد امام بخاری ضعیف است و به اون عمل نمیشه و حجت قرار داده نمیشه. امام نسائی فرموده که لیس بثقه، یعنی این شخص ثقه نیست، کسی هم که ثقه نباشه، گفتیم درست. که در اگر در جزء روایات سلسله حدیثی قرار گرفته بشه، حدیثش این حدیث ساقط میشه. یعقوب ابن شیبه سدوسی میگه که کثیر المناکر، یعنی حدیث های منکر زیادی رو روایت کرده. کسی هم که حدیث های منکر زیادی رو روایت کرده باشه از درجه ثقه بودن و از درجه عدالت خارج میشه و به روایت های اون عمل نمیشه. درست. و امام جوزجانی میفرمایه که رضیع المذهب غیر ثقه، مذهبش بسیار خراب هست این شخص، یعنی مذهبش طبق مذهب اهل سنت نیست و ثقه هم نیست و به اون عمل، یعنی به حدیث که این روایت میکنه عمل نمیشه. امام ازهری میگه کذاب و دروغگو هستش این شخص. ما هم گفتیم در برنامه های قبلی و هر بار به این اشاره می کنیم، اگر در سلسله روات سند حدیثی شخصی کذاب باشه، شخصی باشه که دروغگو باشه، مشکل داشته باشه، دارای خوارم مروءت باشه که به اون اشاره کردیم، حدیث اون از درجه اعتبار ساقط میشه و به اون عمل نمیشه. ابن حبان میگه که احادیث مقلوب رویت، یعنی احادیث مقلوب زیادی رو روایت میکنه، یعنی احادیثی رو از ثقات میگیره، احادیثی که ثقات به اون معتقد هستن میگیره، احادیث که ثقات اون روایت کنه این رو میگیره، به صورت مقلوب و برعکس این احادیث رو روایت میکنه با سند اونها، اما احادیث رو مقلوب روایت میکنه. درست. امام ابو زرعی رازی میگه که این شخص کذاب هست، دروغگو هستش. و ابن وارم که یکی از علمای اهل حدیث و منتقدان اهل حدیث هستش میگه که این شخص کذاب هستش، یعنی این شخص تقریبا به اتفاق اهل علم از درجه اعتبار ساقط هستش، یعنی اگر این شخص محمد ابن حمید یا حمید در سند حدیثی وجود داشته باشه، این حدیث از درجه اعتبار ساقط میشه و به اون عمل نمیشه. همچنین در سند، در اسناد این حدیث اشخاص مجهول زیاد دیگری وجود داره که ذکر همه اونها و بررسی کردن اونها از لحاظ سندی شاید باعث بشه که بینندگان از ارجمندمون خسته بشن و این مسائل باعث خستگی اونها بشه. فقط به این شخص ما اکتفا کردیم، مادام اینکه در سند این حدیث همچین شخصی وجود داره، مشکل داره، کذاب، احادیث منکر داره، ثقه نیست، به این حدیث یا این داستان یا این واقعه عمل نمیشه و حکم بر جعلی بودن و موضوع بودن این حدیث میگیم. همانطور هم که در هفته گذشته گفتیم و مطرح کردیم که کلماتی که آدم علیه السلام یا جملاتی که آدم علیه السلام از الله سبحانه وتعالی دریافت نمود، به صورت وحی دریافت نمود و اون رو خوند و باعث شد که الله سبحانه وتعالی ایشون رو مورد مغفرت قرار بده، آیه الله سبحانه وتعالی
حكيم فمكي قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكوننا من الخاسرين. إن كلمة بود وإن جملة بود كفرمنا هدوتاشون قفتن يعني آدم وحواء إن رو قفتن ربنا پروردگارا ظلمنا بخودمان ظلم كردين بخاطر إنك نافرماني كردين وإن لم تغفر لنا أجر بما مر مورد مغفرت قرار نديد وترحمنا ومورد الرحمة خودت مر قرار نديد لنكوننا من الخاسرين أزيانكاران خاهم بود این رو گفتن و الله سبحانه وتعالی ایشون رو مورد مغفرت قرار داد. این و تمام چیزهایی که در مورد بخشیده شدن آدم علیه السلام و حوا وجود داره از داستان ها و قصه ها و اینکه احادیثی که وجود داره کلا ضعیف هست و یا اینکه موضوع هست واهی هست و به اون عمل نمیشه و تنها کلمه و جمله ای که الله سبحانه وتعالی به آدم علیه السلام و حوا الهام کرد این فرموده الله سبحانه وتعالی بود. این در مورد سند این داستان که هفته گذشته که از بینندگانمون سوال پرسیدن چون در اون وقت بسیار کمی داشتیم نمیتونستیم که همه اینها رو مطرح بکنیم، انشالله امیدوارم که جواب خودشون رو گرفته باشن. ممنون سپاس جناب استاد. و اما سوال بعدی یا داستان دیگری که مبتدیون به اون متوسل میشن و خیلی جا هست که مبتدیین به یک داستان یک حدیث متوسل میشن ولی به خاطر اینکه عقیده باطل خودشون رو ثابت کنن کلمات رو جابجا میکنن یا برعکس معنی میکنن به صورتی که طبق عقیده خودشون درست در بیاد به زعم باطل خودشون. جناب استاد حدیث دیگری هست که راوی اون عثمان ابن حنیفه و به نام حدیث ضریر اون شخص نابینا معروفه. بله. که شخصی پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم آمد و گفت از خدا بخوا که خدا چشمه های من را به من بینایی رو به من بازگردانه. پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که آیا صبر میکنی یا دعا کنم؟ اگر صبر کنی برای تو بهتره. همچنین در حدیث دیگه فکر کنم روایت صحیحه، دقیقا نمیدونم که صحیح مسلم یا صحیح بخاری، که پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که خداوند متعال میفرماید وقتی که من از بنده ام دو تا حبیبه یعنی دو تا چشم نور چشمش رو از او بگیرم و اون صبر کنه بر این در قیامت خداوند بهش رو بهش پاداش میده. بله. دقیقاً پیامبر صلی الله علیه و سلم در این قسمت به این قسمت به این حدیث اشاره کردن آیا و گفتن آیا دعا کنم یا اینکه تو صبر میکنی بر این نابینایی که خداوند بهت داده و اون گفت نه دعا کنین و پیامبر صلی الله علیه و سلم دعا کنه و بیناییش بازگشت. بله. لطف کنین اول این حدیث رو و این داستانی که به صورت حدیث ذکر شده اینو برای ما بینندگان مفصلا بله. توضیح بدین تا برسیم به متن و سند این حدیث و بقیه جاهایی که بقیه مبتدین استدلال میکنن. بله. همونطور که شما اشاره فرمودین این حدیث رو عثمان ابن حنیف روایت فرموده و روایت کرده حضور میخوام و این حدیث هم به حدیث اعما یعنی حدیث مرد کور یا اینکه حدیث ضریر یا همون ضریر هم معنای کور هستش میاد معروف و مشهور هستش و مبتدئین از این حدیث استفاده میکنن برای رسیدن به عقیده و فکر باطل خودشون. در اینجا ما به بررسی سند و متن این حدیث میپردازیم که ببینیم تا چه حد صحت و سقم داره. اول اگه اجازه بفرمایید من متن این حدیث رو اشاره میکنم تا اینکه بینندگان بدونن که در این متن چه چیزی اومده تا اینکه بعدا مورد بررسی قرار بدیم این متن حدیث رو. عن عثمان ابن حنیف رضی الله عنه، عثمان ابن حنیف رضی الله عنه که یکی از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله هستش، این حدیث رو اینجوری روایت میکنن ان رجلا ضريرا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال مرد کوری نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آمد و اینچنین گفت ادعو الله ان يعافيني، از پیامبر صلی الله علیه و آله خواستن که براشون دعا بکنن تا اینکه الله سبحانه و تعالی ایشون رو شفا بدن و چشماشون رو بهشون برگردونن. فقال پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله اینچنین فرمودن ان شئت دعوت و ان شئت صبرت و هو خير، اگر خواستی برات دعا میکنم که شفا حاصل بکنی یا اینکه اگر خواستی صبر بکنی و برای تو اجر و پاداش هست در مقابل اینکه صبر پیش میکنی و صبر میکنی در مقابل این کوری چشمان. قال شخص کور اینچنین گفت که فدعوه، برام دعا بکن یا رسول الله، برام دعا بکن. فامره ان يتوضا فيحسن وضوءه ويدعو بهذا الدعاء، پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشون دستور دادن که وضوی کامل بگیرن و این دعا رو به این صورت بخوانن، یعنی این دعایی هستش که پیامبر صلی الله علیه و آله به شخص کور یاد دادن. اللهم اني اسالك، پروردگارا من از تو میخواهم، و اتوجه الیک بنبیک محمد النبی الرحمه
و رو به تو رو میکنم به وسیله پیامبرت که محمد هست، محمد پیامبر رحمت. یا محمد اینی اتوجه بک الى ربی فی حاجتی لتقضا. ای محمد، من به تو رو کردم و به نزد تو آمده ام، الى ربی یعنی به تو توسل کردم که باعث بشی که برای من دعا بکنی نزد الله متعال. فی حاجتی لتقضا، تا اینکه حاجت من برآورده بشه. اللهم شفعه فیه، پروردگارا شفاعت پیامبر را در حق من مورد بپذیر و قبول بفرما. این متن حدیث بود که خوندیم و ترجمه کردیم. حالا ببینیم که این حدیث در چه حدی هست، آیا صحیح هست، ضعیف هست، به اون عمل میشه یا به اون عمل نمیشه. بعضی از علما این حدیث رو تضعیف کردن، بعضی این حدیث رو تصحیح کردن، بعضی ها تحسینش کردن. یعنی اینکه بعضی گفتن این حدیث ضعیفه، چون در مورد یکی از راویان این حدیث به اسم ابن عیسی وجود داره که نمیدونن که این شخص کیه. میگن که اگر ابن عیسی فلان کس باشه این حدیث ضعیفه، اما اگر این شخص باشه حدیث صحیح هستش. اما طبق تلاش علمای اهل حدیث این رو یافتن که این شخص همان شخصی است که این حدیث با وجود این شخص صحیح هستش و این حدیث صحیح هستش، حدیث عثمان بن حنیف و مرد کور. این حدیث صحیح هستش و هیچ مشکلی از لحاظ سندی نداره. پس ما در اینجا برمیگردیم به بررسی متن این حدیث، چون اهل بدعت اومدن به این حدیث استناد میکنن که فکر میکنن که به این حدیث استناد کردن میتونن به هدف خودشون برسن در توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله یا به توسل به جاه پیامبر صلی الله علیه و آله و جایگاه پیامبر صلی الله علیه و آله. خب شما الان اشاره کردین آقای انصاریان عزیز که این حدیث رو فقط یک راوی به نام ابن عیسی هست که بعضی گفتن ضعیف تضعیفش قرار دادن، و اما اکثر علمای جرح و تعدیل، علمای حدیث، این حدیث رو تصحیح و صحیح دانستن. بله. خب وقتی که این حدیث صحیح شد و شما متنشو خوندین که انی اتوجه بک، حالا چجور این کلا معنی یا تشریح میشه تا برای بینندگان واضح بله. واضح بشه، بدونن که واقعا اون مبتدیین طبق تشریحی که خودشون میکنن یا معنی و مفهومی که خودشون از این حدیث در میارن اشتباهه. بله. شما چگونه برای ما بینندگان تشریح میکنید؟ بله، ما گفتیم که این حدیث صحیحه و مشکلی از لحاظ اسنادی نداره. درست. و حدیث صحیح هستش، ولی صحیح بودن این حدیث دلیلی بر جایز بودن توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله یا به جای پیامبر صلی الله علیه و آله نمیکنه. درست. به این معنا و کسانی هم که اومدن به این حدیث استدلال کردن، یعنی بر علیه خودشون استفاده میشه که انشالله من در اینجا مطرح خواهم کرد. یعنی کسانی که به این حدیث استناد میکنن برای توسل به ذات یا به توسل به جای پیامبر صلی الله علیه و آله، این حدیث بر علیه خودشون استفاده میشه. نه، مبتدئین این حدیث رو که استدلال میکنن برای خودشون، یعنی میخوان توسل به جاه یا به ذات پیامبر را جایز بدونن و ثابت کنن. بله. که جایزه. به وسیله این حدیث میخوان توسل به ذات یا جاه پیامبر صلی الله علیه و آله رو جواز شرعی بهش بدن و این رو مورد عمل قرار بدن. اما این حدیث جزء یکی از احادیثی هستش که ما در هفته های اول که برنامه رو شروع کردیم مطرح کردیم که یکی از توسل هایی که وجود داره دعای شخص صالح برای برادر مؤمن خودش هست. در اینجا این شخص کور نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفته و از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعا کرده که ان شاء الله ما در اینجا مورد بررسی قرار میدیم. در مورد متن این حدیث میتونیم بگیم که این مرد کور پیامبر صلی الله علیه و آله رو، یعنی خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله رسیده و آشکارا از پیامبر صلی الله علیه و آله خواسته که براشون دعا بکنه. یعنی این شخص کور خدمت رسول صلی الله علیه و آله رسیده که براشون دعا بکنه. درست. نه اینکه این شخص کور رفته باشه خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله به جای پیامبر صلی الله علیه و آله توسل بکنه، یعنی که به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله توسل بکنه. چون شخص کور این چنین گفته که ادعو الله ان یعافینی، در متن خود حدیث این چنین اومده که ای محمد برای من دعا بکن که الله سبحانه وتعالی من رو شفا بده و من رو عافیت من رو به من بازگردونه. اینه که یک دلیل میشه بر این که این شخص کور رفته خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله تا اینکه از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعا بکنه. جناب استاد زانیار انصاریان عزیز، شما ابتدا فقط خلاصه ای از توسل مشروع که حالا دو تا یا سه تا هست، توسل مشروع خلاصه شو یا انواعش رو بگین، تا چون که در این بحث طوری که معلومه با هم ربطی دارن، تا برای ما بینندگان واضح بشه. بله، توسل هایی که ما مطرح کردیم در هفته های اول گفتیم که توسل به اسماء و صفات الله سبحانه وتعالی هستش که انسان مؤمن به اسماء و صفات الله متعال متوسل بشه و قبل از دعاهاشون به این اسماء متوسل بشه، به این صفات متوسل بشه و این اسماء و صفات رو پیش بکنه برای دعاهای خودش.
مثلا بگه که پروردگار به خاطر رحمانیتت، به خاطر رحیمیتت من رو مورد عفو بخشش قرار بده، یا اینکه فلان ضرر رو از من دفع بکنی، یا اینکه فلان نعمت رو به من بدی. دوما این هستش که شخص به اعمال صالح خودش متوسل بشه. مثلا شخصی اعمال صالح زیادی داره، از نماز، روزه، حج، زکات، صدقه و اعمال صالحی که داره در طول زندگی به اون رو داره. بخش معذرت میخوام. طوری که شما جناب استاد اشاره کردین به اسما و صفات الهی، یکی از مواردی است که بندگان خدا به اون متوسل بشن و در سوره اعراف به آن اشاره شده ولله الاسماء الحسنى فدعوه بها. دقیقا یعنی مواردی که ما ذکر میکنیم یا اونو میگیم توسل مشروعه، دقیقا یا از احادیث باید ثابت بشه، احادیث صحیحه، یا از آیات قرآن. بله دقیقا به اون صورت. این گزینه اول که شما اشاره کردین اسماء و صفات خداوند متعال، این آیه بیانگرشه. بله دومی توسل مشروعی که بیشه به اون اشاره کرد، توسل به اعمال صالح انسان که گفتیم، همانطور که برای این مسئله ما دلیلی از سنت آوردیم، گفتیم که اون سه نفری که در غار گرفتار شده بودند و یعنی سنگی از بالای کوه افتاده بود جلوی در غار رو گرفته بود و گفتن که اگر هر کسی عمل صالحی داره اون رو پیش بکنه تا اینکه دعا بکنیم که این سنگ از جلوی راه ما برداشت بشه که بتونیم خارج بشیم، وگرنه همینجا هلاک خواهیم شد. دیدیم که این سه نفر و این سه شخص به اعمال صالح خودش متوسل شدن، طوری شد که این سنگ از جلوی غار کنار رفت و الله سبحانه وتعالی اونها رو از مهلکه نجات داد. و سومین عملی که ما میتونیم به اون توسل بکنیم، توسل مشروع که وجود داره، توسل به دعای بنده صالح هستش که مثلا شخص صالحی وجود داره از علما، مشایخ، یا اینکه پدر، مادر، یا اینکه دوستی که اهل عبادت هستش به اون متوسل بشه، بگه که فلانی شما آدم خوبی هستید از نظر من، چون در ظاهر ما میتونیم حکم بکنیم بر خوب بودن این شخص، چون باطن رو فقط الله سبحانه وتعالی میدونه، به اون شخص متوسل بشه که بگه فلانی برای من دعا بکن، من مشکلی دارم، حاجتی دارم، برای من دعا بکن که مشکلم رفع بشه، اینکه حاجتم برآورده بشه. پس سه مورد از توسل مشروع هستی که توسل به اسماء و صفات خداوند و به اعمال صالح و پیش شخص صالح و نیک که بره و درخواست دعا ازش کنه. همونطور که این شخص عربی آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و آله و از پیامبر هیچ کس صالح تر نیست. بله بله دقیقاً این سه نوع توسلی هستش که توسل مشروع هست و ما سوا این توسلایی که وجود داره اصلا هیچ کدوم جایز نیست و درست نیست. برگردیم به مبحث اصلی خودمون. گفتیم که حرف مرد کور برای پیامبر صلی الله علیه و آله برای ما دلیل بسیار آشکاری هست که این شخص کور نزد پیامبر صلی الله علیه و آله رفته برای اینکه از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعای خیر بکنه. فرموده که ادعو الله یعافینی، ای رسول الله برای من دعا بکن در نزد الله سبحانه و تعالی تا اینکه من عفو و عافیت برای من برگرده و اینکه الله سبحانه و تعالی من رو شفا بده و بینایی من بازگرده. دوما این هستش که جواب پیامبر صلی الله علیه و آله در مقابل سوال این شخص دلیل دیگری هست برای ما دل بر اینکه این شخص رفته خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعا بکنه، چون پیامبر صلی الله علیه و آله به شخص کور اینچنین فرمودن که این شئت دعوت و این شئت صبرت و هو خیر. ای شخص، ای مرد کور مخاطب، مرد کور رو مورد خطاب قرار میده، میگه اگر خواستی صبر بکنی و اگر خواستی من برات دعا میکنم تا خوب شوی، یا اینکه برات صبر بکن چون اجر و پاداش داری. یعنی این خود دلیلی هستش بر اینکه این شخص کور از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعا کرده، نه اینکه رفته باشه برای اینکه به پیامبر صلی الله علیه و آله توسل بکنه، به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله توسل بکنه، یا اینکه به جای پیامبر صلی الله علیه و آله توسل بکنه. و همچنین نکته سومی که میشه به اون اشاره کرد، اصرار و پافشاری شخص کور بر این که پیامبر صلی الله علیه و آله برای این شخص دعا بکنه. فرموده گفته که این شخص کور گفته که فدعوه ای رسول الله برای من دعا بکن که الله سبحانه و تعالی من رو مورد عفو خود قرار بده و من رو خوب بکنه و چشمه من بینای خودش رو به دست بیاره دوباره. و از این حدیث این چنین برداشت میشه که پیامبر صلی الله علیه و آله برای این شخص دعا نمودن، چون فرمودن که اگر خواستی صبر بکن برات بهتره، وگرنه میخوای من برات دعا میکنم. یعنی از این حدیث بر میاد که پیامبر صلی الله علیه و آله برای این شخص دعا فرموده. جناب استاد بله بفرمایید. و همچنین پیامبر صلی الله علیه و آله دوست داشته
همچنین پیامبر دوست داشته که در دعا کردن و در این که الله سبحانه وتعالی این شخص رو عافیت این شخص رو بهش بازگردانه، خواسته که این شخص رو همراه دعای خودشون شریک قرار بده. یعنی پیامبر اصلا خواسته که همینطور که خودشون بهشون قول دادن که من براتون دعا میکنم، خواسته خود شخص هم برای خودش دعا بکنه تا اینکه این شخص همینطوری توکل نکنه به دعای پیامبر اصلا، تا اینکه خودش هم درگیر مسئله دعا باشه، درگیر مسئله عبادتی باشه. به همین خاطر پیامبر اصلا بهشون دستور دادن که برو وضو بگیر و این دعایی که من بهت میگم این دعا رو در دعاها ذکر بکن و یاد بکن تا اینکه الله متعال تو رو شفا بده. در حقیقت این قسمتی که پیامبر صلی الله علیه و آله به اون شخص نابینا امر کردن، دستور دادن که برو وضو بگیر، دو رکعت نماز بخون، برمیگرده به قسمت توسل مشروع نوع بعدی که توسل به اعمال صالح است. بله دقیقا، حتی آیه 35 سوره مائده فکر کنم باشه، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و ابتغوا الیه الوسیله. تمام مفسرین خصوصا ابن کثیر فرمودن که تقرب به اعمال صالحه و اجتناب از اعمال و نواهی هایی که خداوند متعال انسان ها را از اونها منع فرموده. بله. و این قسمت که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن برو دو رکعت نماز بخون، برو دعا بله. کن با این الفاظ، دقیقا اونو بهش نشون دادن که توسل مشروع دیگری به توسل به اعمال صالح خود شخص. بله دقیقاً. نمازی که خود شخص میخونه و اطاعت از امر پیامبر صلی الله علیه و آله خودش یک نوع واقعا عبادت اطاعته. بله دقیقاً. نکته چهارمی که میشه به اون اشاره کرد در مورد این که این شخص کور نیت و قصدش فقط طلب دعا خواستن از پیامبر صلی الله علیه و آله بوده، این هستش که در آخر دعای خود شخص به شخص کور برای ما واضح میشه که این شخص فقط قصد و نیتش این بوده که از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست دعای خیر بکنه، که فرموده این شخص گفته که اللهم شفعه فیا، پروردگارا شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله رو در مورد من در حق من قبول بکن. و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله در حق این شخص کور چی بوده؟ که برایشون دعا بکنه تا اینکه الله متعال ایشون رو با بینایی ایشون رو به این شخص بازگردونه. پس هدف و قصد این شخص کور از رفتنشون به خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله فقط درخواست دعای خیر بوده. و دلیل دیگری که ما میتونیم به اون نقطه دیگری که میتونیم به اون اسناد بکنیم بر اینکه قصد و نیت این شخص کور فقط طلب دعا بوده، این هستش که این شخص کور با کوری خودشون بلند شدن بدون اینکه کسی همراه ایشون باشه که ایشون رو بکشن یا ببرن در خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله، این زحمت ناراحتی رو تحمل کردن، خدمت رسول الله صلی الله علیه و آله رسیدن و از رسول الله صلی الله علیه و آله درخواست کردن که براشون دعا بکنه. اگر فقط مقصود یعنی توسل جستن به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله باشه، یا مقصود فقط توسل جستن به جای پیامبر صلی الله علیه و آله باشه، چرا این راه رو طی می‌کردن یا چرا این زحمت و مشقت رو تحمل می‌کردن؟ همونجا تو خونه خودشون می‌نشستن و دعا می‌کردن، می‌گفت که پروردگارا به خاطر مقام پیامبر صلی الله علیه و آله، به خاطر جای پیامبر صلی الله علیه و آله، به خاطر ذات پیامبر صلی الله علیه و آله چشمان من رو بازگردان، یعنی بینایی چشمان من رو بازگردان. یعنی از کل این حدیث اینطور استنباط میشه که این شخص فقط به خاطر دعا درخواست دعای خیر خدمت رسول صلی الله علیه و آله رفته ولا غیر. درست، یعنی در این حدیث اصلا ذکر دیگه نشده که این شخص نابینا خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله حاضر شده و حاجت دیگه داشته بله. باشه واسه پیامبر خواسته باشه، فقط تنها حاجتی که در این حدیث ذکره فقط به خاطر این اومده که خدا پیامبر صلی الله علیه و آله براش دعا کنن تا خداوند متعال بینایش رو بازگردونه. بله، یعنی میتونه این شخص اگه توسل به جاه باشه یا توسل به ذات باشه، میتونه همونجا تو خونه شون بشینه و دعا بکنه، پروردگار به خاطر جاه پیامبر صلی الله علیه و آله من رو شفا بده، پروردگار به خاطر ذات پیامبر صلی الله علیه و آله من رو شفا بده. میتونه این کارو بکنه ولی این کارو نکرد، تمام زحمت ناراحتی رو کشید، بلند شد، خدمت رسول صلی الله علیه و آله رسید و درخواست کرد که خدا متعال چشم شو، یعنی درخواست کرد از پیامبر صلی الله علیه و آله تا اینکه پیامبر صلی الله علیه و آله برای ایشون دعا بکنن تا اینکه چشماشون شفا پیدا بکنه. و اما اگر نکات یا مطلب در این مورد نمونده، یک نکته کوچیکی که من اشاره بکنم در نهایت این مبحث، این هستش که از لابلای این پنج دلیلی که برامون مشخص شد، یعنی مطرح کردیم و ذکر کردیم، برامون مشخص میشه که این قسمت از دعایی که فرموده اللهم اینی اسألوک بی نبیک، پروردگار من به خاطر نبی، به خاطر پیغمبرت از تو میخواهم، در اونجا معنای دعای پیامبر صلی الله علیه و آله میده، یعنی اللهم اینی اسألوک بدعای نبیک، پروردگارا من از تو میخواهم به خاطر دعای پیامبرت که
چشمان من رو بازگردانی. یعنی همون دعایی هستش که پیامبر صلی الله علیه و آله به شخص کور یاد دادن که این دعا رو در دعای خودشون ذکر بکنن. اینو به این صورت مقصود و مراد این نیست که توسل میکنن به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله، بلکه مقصود و مراد از لابلای این پنج نکته که ما ذکر کردیم فقط این هستش که به دعای پیامبر صلی الله علیه و آله، اللهم انی اسالک بدعای نبیک، پروردگارا من از تو میخواهم به وسیله دعای پیامبرت که من رو شفا بدی و شفاعت پیامبر صلی الله علیه و آله رو در حق من قبول بکنی. درست. در خدمت هستم. ممنون سپاس جناب استاد. و اما این داستان دیگه ادامه دیگه هم داره. با بینندگان عزیز یک میان برنامه میبینیم و ادامه این مبحث را با جناب استاد پی خواهیم گرفت. با سلام مجدد خدمت یکایک بینندگان عزیز، بینندگان برنامه بازسازی اندیشه. از دوستان عزیز در اتاق فرمان صدا دارم که شماره تماس برنامه رو زیرنویس کنن تا بینندگانی که میخوان با برنامه در ارتباط باشن و سوالی اگر در مورد این بحث این هفته یا هفته های گذشته بوده بپرسن تا جناب استاد جواب بدن. همونطور که در حدیث عثمان ابن حنیف اشاره شد، مخالفین از این حدیث استدلال میکنن که توسل به ذات پیامبر و جاه پیامبر صلی الله علیه و سلم جایزه، در صورتی که این حدیث خلاف اینو ثابت میکنه و میگه که حدیث توسل به ذات پیامبر و جاه پیامبر صلی الله علیه و سلم جایز نیست. اول اینکه اگر شخص نابینا آمد پیش پیامبر صلی الله علیه و سلم و فرمود ادعو الله ایافی، یعنی ای پیامبر از خدا بخواد که من رو عافیت بده و بینایی من رو بازگردونه و نه از همون جایی که بود، خونه که بود، وطنی بود، از همون جا نگفت که خدایا من متوسل میشم به جاه پیامبر و مقام پیامبر که بینایی منو برگردونی. ثانیاً شخص عربی یا شخص نابینا میدونست که بحث توسل معنی توسل یعنی چه، به همون خاطر تمام مشکلات و سختی های سفر رو متحمل شد و در حضور پیامبر صلی الله علیه و سلم شرفیاب شد. و همچنین در ادامه یه حدیث که جناب استاد سه کلام متن حدیث رو خوندن، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که ان شئت دعوتو، اگر بخواهی من برات دعا میکنم که خداوند متعال بینایت رو برگردونه، و اگر خواسته باشی صبر کن. که این قسمتی که پیامبر صلی الله علیه و آله فرمودن که اگر خواسته باشی صبر کن، به اون حدیث اشاره دارد که پیامبر صلی الله علیه و سلم در حدیث قدسی از الله متعال روایت میکنن که وقتی من بنده ام رو به دو چشمم آزمایش کنم، دو چشم بینایش رو ازش بگیرم و اون در مقابل این آزمایش من صبر کند، من در قیامت در روز آخرت بهش را پاداش او میگردانم. و همچنین اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم به اون شخص نابینا که فرمودن برو دعا کن، وضو بگیر، نماز بخون و دعا کن، به اون فهموندن که متوسل شد به اعمال صالحه که آیه 35 سوره مائده هم بیانگر همینه، ابتغوا الیه الوسیله. و اما داستان عثمان ابن حنیف یک داستان دیگه هم داره جناب استاد، طوری که معلومه در زمان سیدنا عثمان رضی الله عنه در دوران خلافت ایشان اتفاق افتاده. بله. اگر این داستانی که این حدیث عثمان ابن حنیف که داستانش در زمان سیدنا عثمان بازم طوری که معلومه همین طور بوده اتفاق افتاده. بله. اگر برای ما بینندگان اون داستان رو بگین و همچنین اگر نکاتی در اون مورد هست. بله، حدیثی هستش در مورد مردی که حاجتی میخواست، طلبی داشته در زمان خلافت حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه، سمی خلیفه راشد امت اسلامی. این شخص حاجتی داشته، طلبی خواست از ایشون و میرفته پیش ایشون و ایشون ظاهرا به این شخص توجهی نمیکرده. من در اینجا میخوام که متن این حدیث رو من بیارم انشاءالله و بعد این حدیث رو از لحاظ متنی و سندی بررسی میکنیم که ببینیم تا چه حد مقبولیت داره. كان رجل يختلف إلى عثمان بن عفان رضي الله عنه، شخصي بودن ك مرفتن خدمة عثمان بن عفان رضي الله عنه ك في زمن خلافته، در زمان خلافته إيشان، فكان لا يلتفت ولا ينظر إليه في حاجته، أصلاً بإيشون نگاهي نمي كردن و حاجة إيشون رو أصلاً نمي خواستن بشنبن ك شيء زي مي خواهن، إن شنين بوده ظاهراً تبقى إن حديثي ك إنجا وجود داره.
فشکر ذلك لعثمان بن حنیف، این واقعه رو و این حالتی که برایشون پیش می اومده نزد عثمان بن حنیف به صورت شکایت ذکر میکنه. فقال له عثمان بن حنیف، به این شخص میگه که ائت المضاء فتوضا ثم اتي مسجد فصلي ثم قل، بهش میگه که برو وضوخانه وضو بگیر، وارد مسجد بشو و نماز بخون و این دعا رو ذکر بکن، همون دعایی که در قبلا ذکر کردیم در مسئله حدیث اعما یا حدیث ضریر، در اینجا به خاطر بیان بودنش ما این رو ذکر نمی کنیم. فانطلق الرجل فصنع ذلك، این شخص همین کار رو کرد، رفت وضو گرفت، رفت مسجد و دو رکعت نماز خوند و در دعاش همون دعایی که پیامبر صلی الله علیه و آله به همون شخص کور یاد داده بود، عثمان بن حنیف به ایشون یاد داد و ایشون همین دعا رو خوندن. این شخصی که در زمان سیدنا عثمان بود، اینم نابینا بود؟ این هم نابینا بود، بله. حاجت نخیر، حاجتی داشته، مشکلی داشته و چیزی میخواستن از عثمان بن عفان، ولی ظاهرا به ایشون التفاتی نمیشد و توجهی نمیشد. فانطلق الرجل فصنع ذلك، این شخص همین کار رو کرد و دعا رو نمود، دعا کرد و همون حاجتی که میخواست رو در دعا ذکر کرد. ثم اتى باب عثمان بن عفان رضی الله عنه، سپس بعد از اینکه این کار رو انجام داد رفت به در خانه عثمان بن عفان یا به در دارالخلافه حضرت عثمان. فجاء البواب فأخذ بيده فأدخله على عثمان رضي الله عنه، بواب يا همون کسی که بل نگهبان، ایشون بیرون اومد، دست این شخص رو گرفت و در محضر عثمان بن عفان حاضرش کرد. فأجلسه معه وقال له، این شخص رو کنار عثمان بن عفان نشاند و عثمان بن عفان به ایشان گفت اذكر حاجتك، چه چیزی میخوای من بگو. فذكر حاجته، و اون چیزی که میخواسته ذکر میکنه و میگه من این طلب رو از شما دارم و این چیز رو من از شما میخوام. فقضاها له، سپس این حاجتی که خواسته برای ایشون بطرف میکنه و اون چیزی که خواسته به ایشون میده و بیرون میاد. ثم قال، سپس میگه ما لك من حاجت فذكرها، هر حاجتی داری، هر چیزی که میخوای به من بگو، من اون رو برای تو برآورده میکنم. ثم خرج من عنده، این شخص از خدمت حضرت عثمان رضی الله عنه خارج میشه و بیرون میاد. فلقی ابن حنیف، و ابن حنیف رو میبینه رضی الله عنه، ایشون رو میبینه. فقال له، ایشون میگه به عثمان ابن حنیف، میگه این شخصی که حاجتی داشته، جزاک الله خیرا، خدا به شما خیر بدهد، ما کان ينظر لحاجتي حتى كلمته لي، به من اصلا نگاهی نمیکرد تا اینکه شما با اون صحبت کردید، یعنی در مورد من شما با حضرت عثمان رضی الله عنه صحبت کردید. فقال ابن حنیف، ابن حنیف اینچنین میگه به این شخصی که حاجتی داشته، والله ما کلمته، قسم به خدا من با او صحبتی نکردم در مورد تو، ولكن شهدت رسول الله صلی الله علیه وسلم و اتاه ضرر فشكى الیه ذهاب بصره، اما من در خدمت پیامبر صلی الله علیه و آله حاضر بودم، شخص کوری نزد پیامبر صلی الله علیه و آله آمد و حاجتی که خواست از پیامبر صلی الله علیه و آله درخواست کرد. و در ادامه داستانی که وجود داره که خوندیم، یعنی قبل از دقایق قبل بررسی کردیم، تا آخر داستان که در مورد حدیث کور آمده که پیامبر صلی الله علیه و آله به ایشون فرموده برای اینکه خواستت برطرف بشه، برآورده بشه، برو وضو بگیر، نماز بخوان، دعا بکن و طلب برگشتن چشماتو بکن. این داستانی هستش که ظاهرا اتفاق افتاده. ما در اینجا بررسی سند و متن این حدیث میپردازیم. در این حدیثی که ما ذکر کردیم، آثار ساختگی بودن و جعلی بودن این حدیث خیلی واضح و آشکار هست. در این حدیث، در این حدیث دوم که در زمان خلافت سیدنا عثمان رضی الله عنه اتفاق افتاده، دقیقاً بازم شخص عثمان بن حنیف راوی هستن و اون شخصی که حاجت داشته به پیش خلیفه وقت سیدنا عثمان رضی الله عنه اومده و حاجتشو پیش کرده، در حقیقت بازم این عثمان ابن حنیف رضی الله عنه بود که اون راهنمایی کرد و دقیقا همون دستورالعملی که پیامبر صلی الله علیه و سلم برای اون شخص نابینا در نظر گرفته بود و تجویز کرد، عثمان ابن حنیف برای این شخص در نظر گرفتن و تجویز کردن و اون همین کار رو کرد تا اینکه مشکلش یا اون حاجتی که میخواست برآورده شد. بله، دقیقا به اون صورته. در پس ما گفتیم که آثار ساختگی بودن این حدیث در متن این حدیث بسیار واضح و آشکار هست. در این حدیث اومده که کان رجل یختلف الى عثمان ابن عفان رضی الله عنه فی زمان خلافته فکان لا یلتفت ولا ینظر الیه فی حاجته، یعنی شخصی خدمت عثمان بن عفان برای حاجتی که داشته میرفته و از ایشون درخواست میکرده تا اینکه مشکلشون رو برطرف بکنه. معذرت میخوام.
ولی ایشون عثمان بن عفان اصلا به ایشون نگاه نمیکرده، اصلا دقت نمیکرده که این شخص چی میخواد، کی هست، برای چی اومده، از اینجور این مسائلی که در حدیث ما ذکر کردیم. تا به این شیوه بخواد که از این مرحله بگه که چون این شخص حاجتی داشته برطرف نشده و حدیث قبلی هم که مطرح کرد میگفت که حدیث صحیح هست و مشکل نداره، خاصه از این با ساخت با درست کردن این حدیث با جعل این حدیث بخواد مسئله توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله رو تقریر بکنه، مسئله توسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله یا به جای پیامبر صلی الله علیه و آله رو در بین مردم جا بندازه به این صورت، بگه چون این شخص میرفته خدمت عثمان بن عفان و ایشون به این شخص دقت نمیکرده و به قول معروف سلامشو جواب نمیداده، تا اینکه متوسل شده به جای پیامبر صلی الله علیه و آله، تا اینکه متوسل شده به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله، در اون وقت هستش که این عمل کارساز خواهد بود و توسل کردن به پیامبر صلی الله علیه و آله وقتی هر کسی توسل بکنه به پیامبر صلی الله علیه و آله یعنی مشکل گشا خواهد بود و مشکل این شخص رو حل میکنه. ولی همانطوری که میدونیم که سیره ذاتی عثمان بن عفان خلاف این رو ثابت میکنه، چون عثمان بن عفان کسی بوده که بسیار رحیم بوده، بسیار رؤوف بوده، بسیار مهربان بوده و همیشه در خدمت مردم بوده، در خدمت مسلمانان بوده، مشکلاتشون رو برطرف میکرده، اگر کسی مشکل داشته سعی کرده مشکلات این اشخاص رو حل بکنه. حتی ما شاهد این هستیم که در سیره پیامبر صلی الله علیه و آله زمانی که پیامبر صلی الله علیه و آله زنده بودن، وقتی که مشکلی برای پیامبر صلی الله علیه و آله پیش می اومدن، برای مسلمانان پیش می اومدن، همیشه عثمان بن عفان به خاطر ثروت و دارایی که داشتن در مقدمه بودن، در رأس بودن، یعنی جزء افرادی بودن، جزء اولین افرادی بودن که دستشون بالا می بردن برای خدمت کردن به اسلام. پس این شخص از سیره ذاتی شخص عثمان بن عفان هیچ گونه خبر نداشته و خبردار نبوده و فقط خواسته این عقیده باطل خودش رو تقریر بکنه و بخواد به این بدعت خودش برسه و فکر کرده که تمام راه ها رو بسته، فکر کرده با این کارج و با درست کردن این حدیث تمام راه ها رو بسته و برای هیچ کسی راهی رو نمیمونه. اما الحمدلله دین اسلام علمایی دارن که به قول معروف مو رو از ماست میکشن، یعنی نمیذارن که هیچ شبهی بدون جواب بمونه، یا یعنی اینکه هیچ مسئله بدعتی یا مشکلی که داشته باشه بدون جواب، بدون رد باقی بمونه. در اینجا یک سوال پیش میاد، یک سوالی هستش که از لحاظ عقلی ما بررسی میکنیم، اگر چنین دعایی کارساز باشه، یعنی بعد از وفات پیامبر صلی الله علیه و آله چنین دعایی کارساز باشه، چرا در این دور زمانی که ما هستیم یا از قدیم تا الان افراد کور زیادی ما داریم، چرا این اشخاص نمیان به این دعا رو بگیرن و حفظ بکنن و به این عمل متوسل بشن؟ چرا این کار رو نکردن؟ یا اینکه چرا به این دعا رو نگفتن در تمام حاجت‌های خودشون؟ چون در اینجا به صورت مطلق ذکر کرده هر حاجتی که داری برطرف میشه، پس چرا این همه ما مشکلات داریم در بین جامعه اسلامی که وجود داره؟ و اونجا هم که ذکر کرده اون حاجت نابینایی نبودی که ما بگیم که نابینا بوده به خاطر نابیناییش اومده پیش عثمان بن عفان رضی الله عنه، مطلقا لفظ حاجت رو آورده، یک نیازی داشته. و اما اینکه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خب اگر واقعا میخواست پیامبر صلی الله علیه و سلم را واسطه قرار بده یا توسل به جاه و مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم توسل بکنه، خب چرا پیش سیدنا عثمان میرفت؟ این خودش جای سوالیه. بله. همونطور که رفت دو رکعت نماز خون به جای پیامبر صلی الله علیه و سلم یا به مقام پیامبر صلی الله علیه و سلم متوسل میشد تا اون مشکلی که داشت برآورده میشد. بله، دقیقا به این صورته. پس ما در اینجا سوالمون از این مبتدئین این هستش که اگر چنین عملی درست باشه و چنین عملی شرعی باشه و چنین عملی مشکلی نداشته باشه از نظر شرعی، چرا در این زمانه ای که وجود داره یا از قدیم تا الان افراد کور زیادی وجود دارن، افراد مریض زیادی وجود دارن، افراد زیادی وجود دارن که حاجت های مختلفی دارن، چرا حاجت هیچ یک از این افراد برطرف نشده؟ این جای سوال هست. ما میخوایم که جواب این سوال ها رو به ما بدن، یعنی کسانی که معتقد هستن، کسی که با گفتن این دعا با توسل کردن به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله و توسل کردن به جاه پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله مشکلاتشون و حاجت هاشون برآورده میشه، باید برامون بیان ثابت بکنن که چرا الان این چنین مشکلاتی وجود داره، با وجود این دعاهایی که خونده میشه و با این توسل هایی که میشه، چرا مشکل و مریضی های مردم برطرف نمیشه؟ این جای سوال هست که باید حتما جواب بدن. درسته. و همچنین در زمان صحابه، تابعین و تبع تابعین، خب دقیقاً افراد نابینا زیادی بودن و اگر واقعا متوسل به جاه پیامبر صلی الله علیه و آله
یا به ذات پیامبر جایز می بود، همونطور که در جلسات قبلی هم ذکر کردیم اشاره کردیم. بله. سیدنا عمر بعد این که وفات پیامبر صلی الله علیه و آله گذشته بود و میخواستن دعا کنن دعای باران، اون وقت متوسل به قبر پیامبر میشدن یا متوسل به جاه پیامبر میشدن یا متوسل به ذات پیامبر صلی الله علیه و آله میشدن تا خداوند باران رو نازل کنه و بله. دستوری که سیدنا عمر یا هیچ یک از صحابه این کار رو نکردن. بله دقیقاً. این در مورد متن حدیث بود که چرا، یعنی این سوال پیش میاد چرا الان کسی با گفتن این دعاها مشکلشون حل نمیشه. اما در مورد سند این حدیث ما باید اشاره بکنیم که مختصرا که شخصی در سند این حدیث وجود داره به اسم شبیب ابن سعید الحبتی که بصری هست. این شخص دوباره اسمش رو ذکر کنم، شبیب ابن سعید الحبتی، شبیب ابن سعید الحبتی البصری، که این شخص در نزد علما، یعنی که اجماع علماء اهل حدیث و کل علماء اهل حدیث بر این هستن که این شخص ضعیف هست و اگر این شخص در سند هر حدیثی وجود داشته باشه این حدیث ضعیف هست و به این حدیث عمل نمیشه، قابل اسناد نیست. بله قابل اسناد. دو حدیث هستن در حقیقت، هر دو بحث و مسئلهشون یکی، اما دو واقعه در دو زمان مختلف اتفاق افتاده، یکی در زمان سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم و یکی دیگه در زمان سیدنا عثمان بن عفان رضی الله عنه. بله. و روایت روات دو حدیث کلا با هم متفاوته. بله متفاوته، کاملا با هم دیگه متفاوته و هیچ ربطی با هم نداره، چون این حدیث دوم که ذکر کردیم که در زمان عثمان بن عفان رخ داده حدیث کاملا جعلی و ساختگی هستش و گفتیم که از ظاهر حدیث اینطور برمیاد که این حدیث ساختگی است، فقط به این خاطر این حدیث رو جعل کردن که به عقیده باطل توسل به ذات یا جاه پیامبر صلی الله علیه و آله برسند و تمام مسائل دیگر رو چشم پوشی کردن. حتی در اینجا ما دیدیم که به عثمان بن عفان چگونه توهین شده، چگونه اهانت شده و چگونه زحماتی که ایشون برای مسلمانان کشیدن رو زیر سوال بردن و به شکل بسیار نادرستی ذکر نمودن که ایشون توجهی نمی کردن، حرف کسانی که حاضر می شدن رو نمی شنیدن و اصلا حاجت مردم رو برآورده نمی کردن، که این با سیره ذاتی عثمان بن عفان کاملا در تعارض هستش. پس طوری که شما جناب استاد اشاره کردین، هم سند این حدیث مشکل داره، همونطور که فرمودین شبیب ابن سعید، اگر اشتباه متوجه نشده باشم. بله بله دقیقا، شبیب ابن سعید الحبتی. الحبتی. بله. در روات این حدیث موجوده و علمای جرح و تعدیل کلا ضعیف قرار دادن و حدیثی هم که واقعا ضعیف باشه هیچ وقت به آن استدلال نمیشه و مردوده. و در متنش همونطور که ذکر کردین واقعا سیدنا عثمان برای ما، همه ما کسانی که واقعا مسلمان هستن یا با تاریخ سر و کار دارن، میدونن که در وقتی که مشکلات بر مسلمان ها میومد، مشکلات مالی اقتصادی میومد، اولین کسی که واقعا به داد مسلمان ها میرسید و از جان و مالش میگذشت سیدنا عثمان بود، همونطور که در غزوات زیادی خصوصا غزوه تبوک وقتی که جیش الاسره بحثشه هم میدونن که هیچ چیز نبود و اولین کسی که جیش الاسره را ساماندهی کرد سیدنا عثمان رضی الله عنه بود. خب ببینیم بینندگان عزیز در این مورد صحبتی چیزی دارن، صدای بینندگان رو هم بشنویم بعد ببینیم با جواب بینندگان. با سازی اندیشه بفرمایید. السلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. یه سوالی فرمودم، من میخواستم بگم میشه جوابشون بدم سوالتون اگه در قالب برنامه در چارچوب موضوع برنامه که تا حالا موضوعات مطرح شده، مباحث مطرح شده، اگه در این قالب باشه اشکال نداره، بفرمایید سوالتون رو مطرح کنید، چون که بحث بازسازی اندیشه به بحث توسل و همچنین شفاعت و بحث های دیگه خواهد پرداخت. سوال شما در رابطه با بفرمایید. ایشون فرمودن که جواب بدن به ما که چرا مثلا وقتی که الان میتونن دعا بکنن به حاجت بگیرن چرا الان چیز نمیشه، درست نمیشه. خب دوست عزیز شما اگر سوالی دارین سوالتون رو مطرح کنین بفرمایین. من میخواستم جواب رو خط بتونم بیان. الان شما رو خط این صداتون پخش میشه، بفرمایین. مثل اینکه بیننده ای عزیز یا برنامه را از اول متوجه نشده بودن، ندیده بودن، امیدوارم که پخش این برنامه رو ببینن. ساعت پخش در شبکه
پخش میشه، کل ساعت پخش هر برنامه در هفته دو بار پخش داریم، تکرار داریم. باز پخش میتونن پخش برنامه رو ببینن. اگر سوالی براشون مطرح شد، امیدوارم در هفته آینده و در جلسات آینده تماس بگیرن و اگر سوالی در رابطه با موضوعات مطرح شده برنامه بود، سوالشون رو بپرسن. جناب استاد، اگر سوالی، اگر دیگه موضوعی مطلبی نمونده، با بینندگان خداحافظی داشته باشیم و برنامه رو به اختتام برسیم تا هفته بعد. بفرمایید با بینندگان باشیم. با تشکر از همه شما بینندگان عزیز و ارجمند که تا این وقت شب و این ساعت در پای تلویزیون هاشون نشستن و در خدمتشون بودیم، تشکر می کنم و همه شما رو تا برنامه بعدی به خدا بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. منم به نوبه خودم از جناب استاد زانیار انصاریان و بینندگان محترم که تا این لحظه همراه ما بودن، کمال تشکر و سپاس و قدردانی رو دارم و امیدوارم که در جلسات بعدی و هفته های آینده بتونیم با مسائل و مباحث بهتر و مفیدتری در خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند باشیم. همه شما بزرگواران را به خداوند متعال می سپارم. دا برنامه بعد، خدا نگهدار.